این که خدای عالم جل شأنه به ما تکلیف کرده است که به پدر و مادر احسان کنید، احسان انشباق منشق شده از مودت، یعنی مودتی را که خداوند در قرآن نسبت به ذوی القربی رسول برای ما دستور داده است و به پدر و مادر فرموده احسان کنید، مودت جمیع کارهای نیک و کارهای احساسی و عاطفی را شامل میشد که از جمله احسان را هم باشد. و اینکه فرموده است به پدر و مادر احسان کنید، نوع احسان را قرآن غالب نداده چه نوع احسانی بکنید، اما در بیادبی که حقشون تذیر نشد خبیثترین نوعش رو قرآن مثال زده که کمش عفو است، که عفو هم قرآن میگه حق نداری بهشون بگی. و وقتی خدای عالم پدر جسمانی را، پدر و مادر جسمانی رو براشون این حقوق را متذکر میشود، قطعا برای پدر و مادر روحانی ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم حقوقی رو قرآن شامل تفسیر کرده که از سوره احزاب حقوق اجتماعی رسول الله بر محور موضوع است و همه مطالبی که در سوره احزاب هست حول اون قضیه دور می‌زند. این مطلب آخر هم دیگه که وقتی اینجا می‌فرماید که به رسول الله، به پدر و مادر احسان کنین، اگر ما پدر امت رو رسول خدا فرض کنیم که هست، خودتون من یه وقتی از اون شنیدم در قصه یک مثال می‌زنه، قصه حضرت لوط و دخترانی فرمودید که روایت داریم که پیاهر پیانوری پدر امت حساب می شود. خب مادر امت هم یه دو قرآن می فرماید که مادران مؤمنین چیدند و همسران رسول خدا هستند، که فرماید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از وازه امهاتهم. یه دو هم رسول خدا می فرماید که فاطمه ام ابیها، فاطمه در منزله مادر باباست. حالا دیگه آقای حسینی، به نظر شما اگر این قاعده باشد که ما باید پدر و مادر روحانیمون هم احترام بذاریم، آیا از این قاعده رسول خدا و فاطمه بیشتر از این قاعده چیزن محلوی برن، یا از رسول الله و همسرانشون در چیز مادر؟ اگر اون مادر باشند، اونا مادر رسول خدا نمیشن، همسران رسول خدا مادر رسول خدا به حساب نمیان دیگه. و هم قرآن اونا فرمزه به پیام به حضور فاطمه رسول خدا، به رسول الله فرمزه فاطمه مادر پدر هست، مادر بابا. کسی که میتوند مادر پدر امت باشد میتواند مادر همه امت باشد. یعنی شما معتقد هستید که رسول الله فرموده که ام فاطمه ام ابی هاست؟ سند نداره، حدیثی ضعیف، ما حدیثی زیاد شنیدیم. خیلی خوب، انشالله پاسخ خواهد شنید. اجازه میدید پس بعد این حال حدیث سند داره که نداره جناب استاد؟ این سندی در حدیث نیست که ام ابی ها که بگیم که رسول الله فرموده که فاطمه ام ابی هاست. حالا سند درست کردن که سند درست کردن که کار ساده است. خب خیلی از این روایت های دروغین، چقدر روایت های دروغین هست، چه در کتب شیعه حتی در کتب اهل سنت فرق نمی کنه، چقدر روایت هاست که دروغین هست یک سندی براش درست کردن. پس داشتن سند من و علی دو پدر این امتیم، اون حدیث صحیحه یا اونم؟ نه، اونم حدیث نادرستی است. بسیار خوب، حالا اشکال نداره، من با اینکه بحثمون نیست اما پاسختونو میدم، اشکال نداره. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خداوند خیلی بل والدین احسان ها پدر این تفسیر خیلی واضح هست. وقتی به شما میگیم که آقا پدر و مادرت، آقا رضایی به پدر و مادرت خوبی کن، الان شما چی میفهمید؟ چرا باید ذهنت بره 1400 سال برگرده حضرت علی رو پیدا کنی؟ آقا میگه به پدر و مادرت خوبی کن و بل حملت هو امه کرها و وضعته کرها، حملت هو امه کرها و وضعته کرها، و گفت اصلا صحبت از پدر و مادر خودته. آقا خدا داره به من به تو آقای رضایی، به هر مسلمانی، هر انسانی، اصلا به اونی که ایمان به خدا داره دیگه، میگه با پدر و مادرت خوب باش. چه ربطی داره اینجا با حضرت علی؟
این میشه تفسیر باطنی قرآن. هر کی میخواد میتونه این چیز تعبیر کنه. بعد من گفتیم بابا والدین هر جا که حق پدر و مادر، حق مادر ابتدا میاد، اولویت داره، والدین میاد. چون در بحث ولادت هست، والدین از درش ولادت هست دیگه. اینجا مادر حقش بیشتر هست. و بدین خاطر هم وقتی که گفتیم یکی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرد که چه کسی من بایستی بیشتر باش رفتار رو میداشم، پدر یا مادر؟ فرمود که مادرت سه بار. خب آیه قرآن که دیگه صریح میگه که حملت امه کرها و وضعته کرها، این چی میشه؟ صفحه لپتاپ رو داشته باشیم که همین آیه که من داشتم میخوندم دقت کنید. وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها. یعنی حضرت فاطمه، یعنی شما میگید که مادر حقیقی شماست، حملت کرده، باردار بعد وضع هم کرده شما را. آقای رضایی این چه تأویلی است؟ این منظور آقای رضایی به تو داره میگه، خدا میگه با مادرت خوب باش به خاطر اینکه مادرت 9 ماه تو را باردار بوده و بعد هم با زحمت و مشقت. این 9 ماه با زحمت و مشقت بوده، بعد که وضع هم میکنه تو میگه دنیا با زحمت و مشقت بوده، از بد و تولد تا وقتی که بزرگ میشی بالاخره میتونی روی پای خودت بیستی، و اگه هنوز مادرت زنده هست هنوز غم و غصه تو رو داره. حملت امه کرها و وضعته کرها، همش با سختی و مشقت اما با عشق هست، با محبت هست. و گفتیم فرق بین کره و کره چیه. کره یعنی انسان کاری رو انجام میده، میدونه سخت هست اما دوست داره، حاضر هست این مشقت رو بکشد.